برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. پژوهشگرانی که روی جانوران مختلف کار می کنند عقیده دارند که کاهش تنوع زیستی در جهان چنان سرعت گرفته که به نظر می رسد دنیا در حال نزدیک شدن به یک بحران انقراض دیگر است. هفته‌نامه تایم به نقل از این پژوهشگران نوشته نسل بشر بسیاری از حیات وحش موجود روی زمین را از بین برده است. این پژوهشگران گفتند در مجموع یافته‌های آنها این هشدار تقویت می‌کنند که تنوع زیستی در آستانه یک بحران انقراض است. به گفته این دانشمندان این موضوع تبعات و پیامدهای اکولوژیکی و اکوسیستمی وسیع و گسترده‌ای خواهد داشت. پس از پایان آتش‌بس 24 ساعته میان دو گروه متخاصم در سودان، گلوله باران و تیراندازی در خارتوم بار دیگر از سر گرفته شده است. آخرین آتش‌بس 24 ساعته میان این دو گروه به غیر نظامیان گرفتار در پایتخت اجازه داد که از خانه خارج شوند و مواد غذایی و سایر لوازم ضروری را تهیه و ذخیره کنند. با این حال شاهدان به خبرگزاری فرانسه گفتند فقط 10 دقیقه پس از پایان آتش‌بس در ساعت 6 صبح روز یکشنبه 21 خرداد پایتخت سودان بار دیگر شاهد درگیری‌های مسلحانه بود. بر اساس آمارهای منتشر شده از آغاز درگیری‌ها در سودان تا کنون نزدیک به 2000 غیر نظامی جان باخته و حدود 2 میلیون نفر دیگر آواره شدند. عضو دفتر مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزه‌الله در نجف اشرف در همایشی که از سوی سازمان امنیت ملی عراق در بغداد برگزار شده بود شرکت کرد. این همایش با همکاری کمیته عالی مرکزی عشایر عراق و به منظور تلاش در جهت همزیستی مسالمت‌آمیز و برقراری امنیت جامعه برگزار شده بود. گفتنی است ما با آگاهی قبایل خود امنیت را تحکیم می‌کنیم و میهن را می‌سازیم شعار این همایش بود و ده‌ها تن از شخصیت‌های دینی، اجتماعی و عشایری در آن حضور داشتند. دارالایتام مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزه‌الله در شهر کابل کشور افغانستان مساعدت‌های ماهانه خود را در روز 19 خرداد 1402 در میان خانواده‌های ایتام و نیازمند تحت پوشش این مرکز توزیع کرد. این بخش از کمک‌های این مجموعه شامل اهدای مبالغ نقدی می‌شد که در میان بیش از 150 یتیم از خانواده‌های شهدا و ایتام نیازمند این شهر توزیع گردید.